با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی و محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی در این خدمت شما بیننده بسیار بسیار خوب و گرامی خود هستم که بر من جای بسیار خوشی است. انشالله خوب و خوش و با سعادت باشین در هر کجایی که باشین، در هر کجایی که آواز ما را میشنوین، اروپا، آمریکا، آسیا، هر جایی که هست، که واقعا تکنولوژی خودش نعمت بزرگی هست که امروز ما از مستفید هستیم و انشالله که بتانیم استفاده خوب و مثبت ببریم تا جایی که مقدور است. در برنامه امروز خواهد البته صحبت از یک تعداد تبصره هایی که دوستا کردن در مورد برنامه قبلی که خواهر ما سیما از کانادا مشکلات زندگی خود را طرح کرده بودند و دوستان نظرات دادند، احساس خود را ابراز کردند و از این قبیل چیزا که وارد خدمت دوستان میخوانم و من کوشش میکنم که نهایت انصاف را مراعات بکنم. دوستان ما که نظرات خود را میتن با ما موافق هستند یا با ما موافق نیست، وقت ما میگم منظورم اکثریت بیننده ما معتقد به خدا هستن ولی یک تعداد اعتقاد دیگه دارن که محترم هستن. هر کس امی آزادی، آزادی انتخاب، آزادی بیان، قرآن بر ما بسیار با وضاحت میرسانه و انسانی است، معقول است، ولی متاسفانه در جوامع اسلامی انسان ها محروم شدند از این آزادی ها. به اون خاطر است که منافقت ها ایجاد شد، پوت و پنهان کاری های شد، دروغ و این مسائل جامعه ما را مملو کرده، پر کرده هستند از دروغ. اینا بعد از اینکه اگر راست گفتین یک عالم فشار و اینا سرتان هست و تاپه و مور و از این مسائل، پس به اون خاطر کوشش نهایی است که بتانیم همین کلچره ترویج بدیم تا ما ازش مستفید باشیم، تا ما خود ما باشیم، خود ما هر عقیده‌ای که داریم ابراز بکنیم، آزادانه ابراز بکنیم و برای خواهر و برادر خود هم همین حق را بدیم که اونا هم هر عقیده‌ای که دارند آزادانه ابراز بکنن، آزادانه بدون ترس و بدون از اینکه کسی اونا را به یک نام خرابیات بکنن یا یک کلمه خراب و اینا هر چیزی که هست استفاده بکنن، که ما همونطور که یک کلچر بیاریم در زندگی خود پیاده بکنیم. البته خواست خدا بوده یا نبوده، بله 100% خواست خدا می بوده. چرا؟ وقتی یک کسی اگر خدا باور نیست، خب اون بنده خدا هست ولو که خدا بنده خدا ندانه، ولی یک روز انسان پیش خدا رفتنی است، هیچ جای دیگه انسان رفتن نمیتونه. امیدوار، البته من نمیخوام که بگویم که اونا را بعد بگویم، نه نه، من میگم که هر انسان می آزادی را داره که انتخاب بکنه و انسان خوب باشن و کار ما با خدا هست که خالق با همه ما، با هر کدام ما چگونه معامله میکنه و ما هیچ وقت نمیتونیم. من از دید قرآن که میبینم هیچ کدام ما خود را تسکیه کرده نمیتونیم، نه من راه من راست است، او راج غلط است. او را بگذاریم به خدا، قاضی حقیقی خداوند است و ولی در دنیا ما بتانیم که چقدر خوبی کرده میتونیم، چقدر خوب بوده میتونیم. هر کسی که در دنیا خوب هست انسان بهتری است، انسان خوبتری است. عقیده و باور من مؤمن خوب است، مسلمان خوب است و هر قدر که یک انسان خراب، ناجور، بدزبان، بدکار و بداندیش است، ولو شب و روز نماز بخونه و حج بره و زکات و این آن و دیگه و دیگه، خب او حسابش با خدایش است که خدا باش چی معامله میکنه، ولی در زندگی دنیا انسان بدی است، انسان ناجور است، انسان خرابی است و انسان از موجودیتش، انسان ها از رفاقت و دوستی با اوتر انسان ها رنج میبرن، درد میکشن، ناراحت میشن. به اینکه ما اینا رو ایواز بکنیم، یک چیز بهتر و خوبتر
هر چیزی داریم با خدای خود داریم، ولی من به میعقیده هستم که دین آمد، خدایی که خواستش بود که انسان دین داشته باشه و از خدا چیزهای بیاموزن، از پیامبرهای چیزهای بیاموزن، به خاطر از ایست که انسان بهتر شود، در جامعه مفید باشد، معقول باشد. در غیر از او واضح است که همه هم دنیا را، دنیای خدا شاید خراب کنیم و هم آخرت شاید خراب باشه. ما به می عقیده هستم ولی متاسفانه ما بسیار دوستای بسیار مسلمان هایی داریم، البته به هر دین هایی نزبه این معنی نیست که تنها در مسلمان های ما که مسلمان عملی هستن عمل میکنن، منظورم است عمل مسلمان هستن، انسان های خراب وجود داره. نه، در هر دیانت وجود داره، در هر دیانت وجود داره انسان هایی که چرچ کلیسا میرن، انسان های خراب وجود دارن، معبد میرن، انسان های خراب وجود دارن، مسجد میرن، انسان های خراب وجود دارن. متاسفانه در بین ما زیاد است، در دیگه تعلیمات و تبلیغات سو بگویم، نادرست بگویم، برشان میرسه و یه چیزاییست که امیدوار است همه بتانن خود را اسلام بکنن. یک تن از برادرهای ما به نام بیننده خوبی ما که در فیسبوک تبصره گذاشته بودن عبدالرحمن کوچی، دو تبصره گذاشتن، در تبصره دوم خود یاد کردن که این سوال من آقای وزیر جواب نداد، فهمیدن نتوانستم چرا، که معذرت میخوایم. البته یکوان بار خوب میشه دیگه سوالا، چون ما لایف، شما عزیزای ما وقت لایف در برنامه هستین، هر ثانیتون به حساب میشه، هر ثانیه تان، یعنی یک ثانیه شما اگر مکس میکنین، 5 ثانیه مکس میکنین، در یک چیز دقت میکنین، یک سکتگی ایجاد میشه، چون همه چیز زنده پخش میشه. به اون خاطر شاید من اگر اندازه کوش میکنم که تیزتر بگیرم یک چیزی را، مصروف میشم به آیفون خود یا با آیپد خود، یک تبصری از من مکس در رد میشه. اما نهایت کوشش کردیم که امروز اگر نشد انشاءالله در هفته بعدی من بتانم که امروز تبصره را بیارم بخونم، و احیانا اگر یک تبصره از یک دوست میمانه که من باز در هفته دوم متوجه نشدیم، شاید امیدوارستم یک تبصره که مختصر بکنن که من بتانم پس برم و یک ببینم که در کجا چیره نگفتیم و دوباره خدمتشان بیایم. اونا در تفسیر اول خود نوشته کردن، آقای کوچی که سلام خدمت محترم آقای وسیق، چرا در بهشت برای مسلمانان فقط شراب و حور یعنی زنها وعده داده شده؟ آیا برای خوشبختی و سعادت انسانها چیز دیگری در بهشت وجود نداشت؟ البته سوال مطرح هست، اکثرا سوال دوستا طرح میکنن به این شکل که چرا در مسلمان ها میشه از شراب و کباب، به اصطلاح شراب و کباب که ما میگیم، هور و زن و عشق و شوق و این مسائل بیشتر هست. بلی، در قرآن بیشتر است، درست است. شاید ما در بایبل نداریم همچی چیز داره یا که بسیار کم داشته باشیم، شاید نباشه. اولا من متوجه نشدم چرا ما بایبل از 3-4 مرتبه از سر تا پایان خواندیم یا شنیدیم بگویم. بلی، از اینکه موقعی که من کار میکردم کل 61 سیدی داشت، بارها شنیده میشه و بعضا جای نوت میگرفتم این مسائل، یعنی مکمل و زمینان خواندیم. من دارم تقریبا 8-9 بایبل در خانه دارم، وقتا فوقتا میخوانم به شمول بایبل فارسی و عربی که ازش مستفید میشم و خدمت دوستا بعضی چیزا رو در فیسبوک هم میگذارم. اما ای که چرا در قرآن اینا زیاد یاد شده، اول ببینیم که قرآن کریم در وقتی که نازل شده یا بگویم وحی شده در کدام شرایط؟ قرن 7 میلادی، 14 قرن قبل، و اون در کجا؟ شبه جزیره عرب، حجاز، یک منطقه که کاملا محروم از تمدن میگم تمدن او زمان، در از اینکه او زمان تمدن چندان در هیچ جایی نبود، اما چیزی که موجود بود از امو هم محروم بودن. و یکی دو سفر که سال رفت به یمن و به سوریه کارونشون می رفت، اینا
اصلا در اون قریه تولد میشدن، در اون قریه زندگی میکردن، وفات میکردن، چیز دیگه ندیده بودن. سرای عربستان خوش سوزان بر از اونا بهترین چیز کسایشان که امکانات برشان بود، البته بر از اونا شراب و زن اینا اصلا زندگیشان بوده، خلاص تمام چیز برشان بوده. به او خود قرآن بیشتر یاد کرده تا بتانه که اونا را متوجه بسازه که خب گرچه امیرا نقد میکنن دوستا که چرا نقد شده، زیاد نقد شده که چرا فردن خداوند برشان اینطور یک چیز را میگه، در دنیا همی چیز را دارین و یعنی دیگه چیز را چرا نگفته، دیگه چیز هم گفته شد. قرآن کریم یاد میکنه یک جایی هست، یاد میکنه که در چیزهایی هست که شما اصلا درکش کرده نمیتونین، شما اصلا قابل درک برتان نیست، نعماتی که خداوند در دنیا برای مؤمنین لازم دیده. ولی چیزی را که برای ما در این کتاب گذاشته که ما امروز داریم، بخاطر که چیزی که ما حس کرده بوده محسوس باشه برای ما، قابل درک باشه برای ما و به خصوص برای عرب 1400 سال قبل، عرب که به چی شکل زندگی میکردن. به اون خاطر مسئله هور و شراب و اینا یا جویبارها فرزن سبزه ها و قرآن که یعنی یاد کرده از تحت علن ها رو که باخایست که از زیر جوی ها جاری هست، اینا بارها یاد شده در قرآن کریم، برای از اینکه اصلا در سرای عربستان همچون چیزی وجود نداشت. یعنی یک جایی را که پیدا میکردن که یک کم آب می بود، یک جای یک کم سبزی یا بوته و درخت می بود، یعنی واقعا بر از اونا بهترین جای برای تفریح و خوریشان می بود اصلا. بسیار ندبن و درد دیده می شد همچون چیزها، برای دیگه عربستان نداشت همچون چیزها را، مخصوص خود مکه. به اون خاطر اینا هم یاد شده، اما چیزهاییست که چیزهایی اون نعمات رو خداوند بر بندهای خود لازم دیده بسیار زیاد است. یکی چگونگیش من بیشتر رو قبل را یاد کردیم بارها که ما نمی فهمیم که انشاءالله یک برنامه بگیرم روش که ببینم که چقدر گفته میتونیم، چقدر برای ما قابل درک و احساس است همین چیزهایی که در اون دوران، نعماتی که در اون دنیا هست چگونه هست، ما نمیفهمیم. حالا یعنی حد زده نمیتونیم که چطور هست، آیا به شکل معنویش هست، معنویش هست به شکل فیزیکیش هست، چگونه هست، چگونه هست، اینا را انشاءالله که در یک وقت روش صحبت میکنیم. گرچه که قرآن کریم بیشتر توصیه بیشتر یاد کرده به شکل یاد شده که فیزیکی وجود داره، اما سوال برانگیز است که چطور هست. اینا بحث هایی است که ما دین خود باید با به اصطلاح اینجا open mind باشیم، با یک فکر باز و اینا مطالعه بکنیم، ببینیم دین ما هست، دین ماست که ما چیزایی را داریم چقدر برداشت کرده میتونیم، یک چیزای معقول و خوب و پسندیده ازش بگیریم، بتانیم که خدای خدا خوشنود بسازیم، زندگی خدا خوب بسازیم و ای که خدا میدانیم که خدا حق است و این چیزا برداشت ما اگر یک قسم یا دیگه قسم باشه، کم یا زیاد باشه، مثبت و منفی باشه، به خدای خدا هیچ تغییر ایجاد نمیشه. خالق است که وجود داره، خالق است که خالق جهان است و ما یک عمر کوتاهی که حتی 50 سال 80 100 سال هر قدر باشه داریم، بالاخره میریم به سویش، شک درش نیست و اونجاست که او در خدای خدا هیچ تغییر نیست. اما ای که در برداشت ما اگر تغییر می ناراحت هم نباشن دوستا و عزیز ما و ببینیم که با دید باز و اخلاص تمام ما دین خدا درک بکنیم، خداوند ما را مسئول نمی سازد این آیه که چرا تو فکر می کردی، حال چرا تو فکر می کنی. وقت ما 10 سال پیش بود، حال 10 سال بعد است، ولی در 10 سال باید تغییر بکنیم، باید افکار ما تغییر بخوره، همونطور که سن سال ما تغییر خورد، خب افکار ما هم تغییر باید بخوره، نظریات ما، برداشت های ما اگر تغییر نخوره او وقت است که مشکل هست که ما چطور سن سال ما 10 سال تجربه دیگه اندوختیم
هنوز هم با مو فکر هستیم، البته فکر معقول، معقول است که جایش است، اما فکرهایی است که یک ذره ضعف داره، ضعیف است، نادرست بوده یا هر چیز. ما باید تغییرات در خود بیاریم و قرآنی تر فکر بکنیم، انسانی تر فکر بکنیم، عقلانه تر فکر بکنیم، انشاءالله که همه چیز درست خواهد شد. یک تن بیننده دیگه ما به نام ذره ذره، اگر اشتباه نکرده باشون تلفظشان نامشان، ذره ذره یا زارا زارا، حرفای شما کاملا بجاست، بهترین راه حل باید طلاق بگیرن. خب منظور بوده از دوست همتی قبل بود سیما جان که مشکل خود طرح کرده بودن از کانادا که بسیار با احساس همه دوستان نظر دادن، اینا نظر خود یاد میکنن که بهترین راه حل باید طلاق بگیرن و با کسی که انتخاب میکنن باید ازدواج کنن. مهم خود خانم است که تصمیم قاطعی بگیرد و از این ناراحتی ها خود را رهایی بخشد. خودت یک خانم هستی و یک مادر هستی، الله جلال شانو زن و مادر را بهترین مقام داده و تشکر خاص از وقتی که مسئله را طرح کردن، از این مسائل لطف کردن، بسیار زیاد ممنون شان هستم که البته سیما جان خودشان تشکر کردن از دوستا کور داخل میخوانم، شما فراموش نشه. و آقای فیاض حسینیان بیننده خوب دیگه ما که یاد میکنن، محترم وسیع گرامی درود به شما، شما بهتر از من میدانید که چنین آیاتی در قرآن وجود دارد که حتی خود فرستاده الله با زبان مقصد خود امیر تیز نشته کردیم، اگر اگر کلمه اشتباه شد معرفه بکنید، منظوری است که یعنی با زنان خود، خب ببخشید، که با زنان خود یعنی پیامبر با زنان خود عادل نبوده، عادل نبوده. اینا یاد میکنن که البته قرآن کریم یاد میکنه در سوره نساء آیه 129 یاد میکنه، سوره 4، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. بله تایید میکنه قرآن کریم، خداوند یاد میکنه که شما ابدا بین زنانتان عدالت کردن نمیتونین ولو حرستم، اگر چی که بخواه، اگر چی که نگهبان باشین که کوشش بکنین که عدالت بکنین، عدالت کردن نمیتونین. این چیزیست که البته همه میدونن، کسایی که چند زنه هم چند زنه بودن، خب واضح است که یک زن یعنی 10 سال 15 سال کم و بیش جوانتر از یعنی زن دیگه، یکی به یک شکل، یکی به یک شکل، بنوا و اقسامش راستی مشکل است، ولو که مرد بخواه که عدالت انجام بده. به می خاطر من یایه را میگم که آیه است که یعنی تشویق شده مردها که یک زن، فقط به یک زن، اما حرام نگفته زن دوم، برای دیگه امکاناتش که فرضاً جای می باشه که یاد کردیم که مشکلاتی می باشن، می خواهن اولاد داشته باشن، نمی تانن داشته باشن، یک مسئله هست و به او خاطر معمیره یاد کردم که از این ناحیه هم مشکل هست. اما آقای حسینیان تلفنشان زنگ شد، من انشالله که خطا را پسان می گیرم آقای حسینیان عزیز، چون این مطلب مطالب بسیار امروز زیاد است که من بتانم، هنوز کامنت های شما رو نخوندیم از دوستای دیگرم، من انشالله که اگر فرصت شد پس آن خط دوستا رو میگیرم که با ایشان صحبت بکنم و واقعا جای بسیار خوشی است. پس در اینجا قرآن کریم این یاد میکنه، شک درش نیست، صورت که آقای حسینیان رو یاد میکنن، درست یاد کردن. و آیات قرآن است که می فرماید که ای محمد، تو می توانی نوبت زنانت را پس و پیش کنی و با هر کدامش علاقه داری نزدیک شوی. بله در سوره عذاب این را درست میگن، چون خواندن آقای حسینیان قرآن کریم نه، آیه 51 که شمیره یاد میکنه، یاد میکنه که دوستان میتونن خودشان برن، در از اینکه اگر من برم در اونجا برم آیه را بخوانم یک ذره وقت زیادتر میگیره، مطالب زیاد است که امروز روش صحبت بکنیم. حتی خب شاید چیز تاریخی را نخواندن دوستات، چیز تاریخ، کتاب های تاریخ چیزای نوشته میکنه، حتی از خود عایشه صدیقه
خانم پیامبر. عایشه صدیقه یک خانمی بود به اصطلاح با پیامبر گفتگو می کرد، با پیامبر گفتگو می کرد. جواب بسیار خانم جوان بود، جوانترین خانم پیامبر بود. عایشه و حفصه هر دوشان با هم دیگر دو دختر دو خلیفه اول دوم بود. عایشه از ابوبکر صدیق، حفصه از عمر فاروق، که البته عایشه باکره بود و حفصه چیز بود، از شوهر خود جدا شده بود، با پیامبر ازدواج کرد. یعنی منظور است که عایشه و خصوص عایشه صدیقه بسیار گفتگو میگن با پیامبر. حتی در این مورد یک روایتی از در روایت تاریخی است که در اونجا گفته شده که در مورد امی آیه یا آیاتی که در مورد زنای پیامبر اینا یک لطف بر پیامبر بوده، او را عایشه صدیقه یاد میکنه که میگه عجب است که میگه راستی بسیار خداوند بسیار خواهشات داره، بسیار به زودی جواب میگه، اصلا خواهشات داره بسیار زود لبیک میگه، به این اندازه بر پیامبر میگه. یعنی از اینطور چیزا در تاریخ آمده، در کتاب های تاریخ اینا، که یک وقت اگر شد سرش میاریم و بحثای داریم در این موارد اگر یاد شد متابعه. از این چیزا بوده که آقای حسینیان هم یاد کردن. یا آیه دیگر است در سوره احزاب، سوره 33 قرآن پاک است. الله بر فرستادهش خواستگاری می رود و شاهد خوب است برای ازدواج پیامبر اسلام با زینب بنت جحش که زن پسر خواندهش بود. خب در اینجا که هم در سوره احزاب تذکر رفته، سوره احزاب سوره است که سوره مدنی هست و در اونجا همین مطالب بیشتر در مورد پیامبر و خانمایشان و خانواده پیامبر اینا تذکر رفته. در اینجا آیه 37 سوره احزاب است که در مورد زید، یعنی زید پسر خوانده پیامبر بود در مورد از او و ازدواجش یا جدا شدن از او از زنش که زینب بنت جحش بود. البته زینب بنت جحش که میگون، خود زینب دختر عمه پیامبر بود، دختر عمه پیامبر بود، از پیامبر که بسیار جوانتر بود و یعنی پیامبر کاملا اینجا یاد کردن که امی که با ارتباط امی تفسیر آقای حسینیان که بیاییم که نوشته کردن که با زینب بنت جحش که از زن پسرخواندهش بود، آیا زینب از این ازدواج راضی بود؟ آیا از او پرسیده شده بود در این ازدواج رضایت دارد؟ ببینید که این معلوم میشه از چیزای تاریخی معلوم میشه که بله زینب راضی بوده. چرا؟ زینب با قرآن کریم هم یاد میکنه، قرآن کریم هم یاد میکنه که زینب با شوهر خود با زید اصلا سر سازگاری نداشت، چون شوهرش یک سیاه بود، از نژاد دیگه بود، غلامی بود، آزاد شده بود، بچه خوانده پیامبر بود که به نام زید ابن محمد میگفتنش یک وقت. زید ابن محمد که باز پس آنها که آیه آمد که اولادتان که از پشت اولاد خودتان اولادتان بودن همیتانه، یعنی با احترام حقوق همه چیز شد ولی اولادتان نیست، به او خاطر چیز شد مرمیز پسر خانده پیامبر در تاریخ شناخته شده که پیامبر خواست که تا همی وصلت را انجام بده که مس قریش یک فامیل نجیب بود در منطقه در شبه جزیره عرب و یک کسی که غلامی بود آزاد شده. خب بازی است که یعنی نه قومی داره و نه فامیل داره و هیچ چیز نداره اصلا در اون منطقه و ضمناً از یک نژاد دیگه است. پیامبر خدا، البته یه قرآن به این شکل قرآن صحبت نمی کنه، من نظر می برداشتم از آیات قرآن می است و از کتب اینا تاریخ اینا که پیامبر خواست تا امی مشکل نشان بده که اسلام مسئله نژادی را در نظر نمی گیره. یعنی نظر به تقریبا پیامبر خواست از زینب
که ازدواج بکنه با زید پسر خاندهش. زید راضی نبود، ببخشید زینب راضی نبود. وقت ازدواج هم کردن بارها قرآن رو میکاه میکنه، تاریخ رو میکاه میکنه که زینب شکایت داشت، نمیخواست. زید تا میخواست که زود طلاق بده و پیامبر میگفت که امسک علیک زوجک. یعنی زن تا نگاه کن، زن تا نگاه کن، کوشش کنین که بتانین بسازین با هم دیگر، تمام جمع سوره عذاب است. پس این به این معنا بوده که زینب شاید بدون شک زینب راضی بوده که از شوهر خود جدا شود، اما شک مام ندارم که شاید فکر من نمیدارم او را من گفته نمیتونم، برای اینکه پیامبر چون ازواج متعدده داشت خواست با زینب هم ازدواج کنه. البته قصای تاریخیش قصای بسیار بسیار به اصطلاح اینجا بسیار بوهم سکسی بوده که دوستایی که خواندن تاریخه در تاریخ آمده که وارا به پیامبر من نسبت نمیتم، اما وجود داره که پیامبر یک روز به خانه زید یک دخل باب کرد، به دروازه بود یا نبود خب پرده می بود، معمولا شمال زد پرده رو پس کرد و طرف زینب چیز میکرد، دوش میگرفت یا غسل میگرفت و پیامبر وقتی او را دید و زیر زبان چیزایی میگفت و از این مسائل زینب میشنید و یعنی از این چیزا نوشته شده در تاریخ، نوشته شده تاریخ دیگه ثبت است، تاریخ ما دور کرده نمیتونیم خواهر برادر ما، وجود داره. این که ما چی را به پیامبر نسبت داده میتونیم چی را نمیتونیم، من نسبت نمیتونم همچون چیزا را به این جزئیاتش که باز پیامبر میگه ماشاءالله و سبحان الله و از این مسائل، چیزایی است که بسیار کوچه و بازاری است. یک دختری از دختر زیبای است، جوانایی که تینیجر استاد میشدن در افغانستان در لب دکان بازار اینا، یک دختر جوان استاد میشد و باز یکان پرزی خودم میرفتن اصطلاحا اینا از چیزی که میگفتن، یعنی مثل که پیامبر اترکوی یک چیز میگه که ماشاءالله و حسن زیباییش و اینا رو دیگه دیگه هر چیزی گفتن، به این شکل نسبت دادن برای پیامبر. اون چیزهاییست که امروز برای کسایی که کتاب نوشته میکنن، مضمون نوشته میکنن و اونا یعنی سند تاریخی سگه تاریخ آمده اصلا خب موره از بین بردن نمیتونیم، بلی سند تاریخی میگن سند تاریخ سند از سودش و هست. اما به اخلاق پیامبر که ما مؤمن به اخلاق پیامبر هستیم از دیدگاه قرآن کریم و اینکه لعلا خلق عظیم، بدون شک اخلاق تو عظیم است، نمیخوانه به اخلاق پیامبر به اون خاطر، ولی هست وجود داره. به این خاطر میگه که وقتی که کار شد زینب وقتی که شوهرش آمد زید خانه قصه کرد بر از او و زید باز گفت که من پیامبر از تو خوشش آمده و من چی میکنم ایرا خود باید طلاق بتون و تو باید با او ازدواج بکنی به این عنوان، که یعنی به این خاطر من گفتم میتونم که بله اگر به این شکل بوده خب میتونست که حد بزنن که بله زینب خوش داشت که ازدواج بکنه با خود پیامبر، والله عالم ما نمیفهمیم. اما چیزای تاریخی است، ببینیم که چقدر ما اینا رو گفته میتونیم، چقدر توضیح داده میتونیم یا چقدر قبول کرده میتونیم. بله، اجازه عروسی برای ازدواج محمد بعد از مرگش داده نشد. خب برای یعنی ازواج پیامبر، اجازه عروسی برای ازواج محمد صلی الله علیه وسلم بعد از مرگش، ادامه صحبت های آقای حسینیان است، داده نشده. در سوره احزاب باز هم آیه 53 از دو سا برن بخوانن، چون من گفتم که وقت کافی برش نیست، در آیه 53 میتونن که بخوانن نموره که بله قرآن کریم یاد میکنه که یعنی ازواج پیامبر بعد مرگش بعد از امهات المسلمین است، امهات المؤمنین است، یعنی ازدواج امرایش نکنن. اینا چیزاییست که نه قرآن وجود داره، سند اصلیش قرآن کریم است. باز هم روایت، البته عزیزای من روایات در هر بخش بسیار زیاد است. من شمیشه بعض اوقات براتان میگم که یعنی فکر نکنین که نیست، که همه چیزهایی هست وجود داره، چقدر قبول کرده میتونین، چقدر رد کرده میتونین، با کدام دلیل قبول کرده میتونین، با کدام دلیل رد کرده میتونین. در این مورد هم یک روایت تاریخی وجود داره که
یک کسی بود نامش فراموش کردیم، یک کسی بود که او گفته بود قسم یاد کرده بود، قسم یاد کرده بود، چون پیامبر خدا خانمش عایشه صدیقه بسیار جوان بوده، اگر به حساب 6 ساله نکاح چیز شدن، نامزد شدن و 9 سال ازدواج کردن، خب بسیار جوان است. اما به حساب یک جای تاریخی دیگه هم که بعضی میگن شاید 17 بوده، حتی با مو هم اگر باشه 17 ساله، یعنی بازم بسیار جوان بوده، بسیار جوان بوده. اگر او هم درست باشه که گفتیم چیزای تاریخی ده، ما در بخاری و صراحت یاد میکنه که 6 ساله بود نامزد شد و 9 ساله بود به خانه پیامبر رفت در مدینه. که پس به این حساب، یعنی فکر کنید که 17 سال هم بوده باشه، پیامبر که تقریبا 53 سال عمرش بوده، خب تقریبا 35 سال حداقل، 35-36 سال تفاوت عمر رو دارد، بسیار زیاد جوان است. با اون خاطر میگن یک امون فرد قسم یاد کرده بود که، قسم یاد کرده بود که وقتی پیامبر بمیره من همراه عایشه ازدواج میکنم. و همین چیز میگن پیامبر به شکل بر پیامبر رسیده بودم این مطلب. وقتی که بر پیامبر رسید، پیامبر ناراحت بود، مسلمان که هرکس ناراحت میشه، ولو که یک انسان زن، هر زن جوان و یا هر سن و سال داشته باشه، وقتی یک تو همجور یک چیزی بشنه ناراحت میشه، همین انسان است دیگه. خصوصیت مرد ها، هر مرد درک کرده میتونه که چی است. و اون پیامبر میگه ناراحت شد که پس آنها میگن باز همی های آمد که یعنی امهات مؤمنین است زنای پیامبر، بعد از ازدواج نکنن با کسی یا کسی که نمیتونن ازدواج بکنن، که آرامش پیامبر تقریبا اعاده شد. یعنی در تاریخ همچون روایات هم وجود داره، شاید دوستای ما برای اولین دفعه را شنیده باشد، ولی من کوشش میکنم کم کم روایات را هم خدمتتان بیارم. هست در تاریخ وجود داره چیزهاییست که گفتیم مربوط عزیز که من نمیخوایم چی داره پوت پنهان نگاه بکنم، برای که در 1400 سال پوت پنهان همه چیز بوده. بین که بگذاریم قضاوت از دوستا معقول، از دوستا خاصی معقول ببینن بسنجن و هر چیزی که لازم میبینن خودشان بلن. و نوشته کردن که آیا این عدالت هست؟ عایشه وقتی محمد وفات کرد شاید 18-19 ساله بود، پس این زن جوان که در اوج غریزه جنسی و شهوت بوده چی کاری باید کرد؟ آیا این خیانت به حق یک زن جوان مسلمان نیست؟ نه، در آقای چیز است، آقای حسینیان است، محترم هستن، ولی گفتم که خب مسئله عقیده و باور شد دیگه. وقتی در قرآن آمد مسئله باور شد، ولی تماما گفتم اون عایشه صدیقه به اون شکل یاد کرده یا قسم کسی دیگه که تو قسم یاد کرد این آن. و ولی در مسئله عقیده خب کامد دیگه، هیچ کسایی که باورمند به اون کتاب هستن تمام درها بسته میشه. در قسمت این خانم افغان خب نظر به آقای حسینیان در مورد خواهر ما سیما که افتی سیما جان کردی قبل روش صحبت کردیم، نظر می تک در قسمت این خانم افغان که شوهرش به او خیانت می کند، باید بگویم که هر چیز زودتر باید وکیل خانوادگی به تماس شود و از او طلاق بگیرد و همچنان نصف دارایی این مرد برای خانم می رسد و اگر اطفال از سن 18 به پایان دارند مجبور می شود برای هر کدامشان پول بدهد و ممنون از مسائل که برای قانون غرب هم است، ما همه می دانیم کانادا و اروپا و امریکا از این مسائل بسیار زیاد داره. ولی که یعنی خب البته من باید در اینجا کمک مام یک اشاره بکنم که اگر تو نفتی قبل هم صحبت کردم که یعنی اگر اجرای حل دیگه نیست، جدایی بهترینش است، یکانه رای حل است در حقیقت. اینم خدمت دوستا یاد بکنم که اگر وقتی یک خانم مطمئن میشه و مرد اعتراف میکنه و مرد هر چیزی که هست که میگه که یعنی مطلقا فهمیده میشه که رابطه نامشروع دارم با یک زن، خانم کاملا حق داره که ازش جدا شه، کاملا حق داره، حق مسلمه، هم دینی و هم دنیایی هر دوش است. اما این که اگر مگر این که بینشان جرم این و مسائل ارتباط و اینا و با هم دیگر توبه و ندامت و از این مسائل
میکشن، خب با هم دیگر جرم مربوط خود انسان است، کاملا زن و شوهر با هم دیگر زندگی را ساختن، ببینن چی کردن، میتونن ببینن که چطور میتونن زندگی خود به خوبی و پیش ببرن، چقدر مخلص هستن، چقدر مربوط از این. ولی آقای حسینی ها این نظرها را دادن و دوستان خودشان مخیر هستند، بله که شک درش نیست. و یک تن از بینندای خوب دیگه ما که صدف بهار که مفصل نوشته کردن، همین را خدمتان میخوانم، نوشته کردن که استاد محترم، این پیامم برای آن عده برادران ماست که خانمهای خود را به اشکال مختلف رنج میدهد و زن خودشان پیششان از اهمیت کمتر برخوردار هستند. لطفا متوجه من میگن که لطفا متوجه شریک زندگیتان باشید، که من همین را تقاضا میکنم. من واقعا بسیار تشکر میکنم ازشان، البته ادامه داره. دوستی و محبتتان را نه تنها در زبان یا به زبان بلکه در عمل هم برایشان ثابت بسازید. با همان زبان شیرینی که با زنهای بیگانه صحبت میکنید، بهتر است با همان زبان با خانمهای خودتان صحبت کنید و دلشان را به دست بیاورید. زنهایی که با شما قهقه میخندند و شما از آن لذت میبرید، آیا راضی هستید خانم شما با مردای نامحرم قهقه بخندند؟ هرگز نه. که مسلمان بدونش بسیار درست میگن، بسیار دقیق میگن. بله من متوجه شدم که حتی آقای وسیط گلویش را بغض گرفته بود. بله تشکر میکنم از اینکه ایرام یاد کردن، ممنونشان. بله راستی خودم عاطفی شده بودم، میفهمیدم که راستی آدم احساس میه بعض اوقات که چطور روابط قدر سرد شد و به این اندازه صدمه ببینه. اما هست، انسان هست. امیدوار هستم که همه بتانن که روابط را حسن و خوبتر و بهتر بسازن. و تشکر میکنم از خواهر ما. زن در جامعه سنتی ما منعیست یک موجود ضعیف، سرش ظلم میشه از طرف که از طرف کی؟ از طرف شریک زندگیش، چرا احساسش درد نمیشه؟ چرا شوهرش با او پشت میکند؟ چرا برایش خیانت میکند یا برایش خیانت میشود؟ چرا خیانت مردها برایشان عادی است؟ و اگر زن به یک مرد بیگانه حتی صحبت کند، آن وقت شوهر زن و زمین و زمان را برهم میزند. درست است؟ بله. لطفاً وجدان خفتهتان را بیدار کنید و ببینید در کجا قرار دارید. که بسیار درست میگن. زن هم نفس دارد و خواهش دارد. نباید احساسات و عواطف زن نادیده گرفته شود. نباید هیچ زنی را به زن خود ترجیح بدهید. آرامشی را که خداوند در قرآن یاد کرده، البته منظورشان یک آیه است از قرآن کریم، سوره نور است، باشید سوره روم هست، سوره روم سوره 30 آیه 21 است. لتسکن و الیها، در کنارشان آرام بگیرید. اشاره به اونا میکنن. تنها و تنها در کنار همسرتان میتوانید به دست بیارین، یعنی آرامشتان را به دست بیارین، نه زنهای شیطان صفت که با چرب زبانی و نیرنگ شما را به دام میاندازند. لطفاً لجاجت و بهانه‌گیری را کنار بگذارید. عمرها به اعتبار است و فرصتها با یک چشم به هم زدن از بین می رود و باز پشیمانی سودی ندارد. باید گفت که زن چراغ زندگی است، بگذارید زندگی روشناییش زندگیتان را روشن نگه دارد. که من بسیار تشکر میکنم از صدف بهار، بیننده خوب ما و ضمناً دوست خوب ماست در فیسبوک، بسیار فعال هستن، که جای بسیار خوشی است ما داریم، خواهر برادر بسیار خوبی داریم که افتخار ما هستن واقعا. و روین جوان مرد یک دوست دیگه ما یاد کردن، برگشت به سوی کلبت نقد کردن، برگشت به سوی تازی نامه که به دختر 6 ساله باید ازدواج کرد. هرگز که اینا نقد کردن محترم هستن، ولی گفتم تاریخ چیزایی میگن، اشاره کردم که پیامبر 6 ساله نامزاد شد، نظر به حدیث بخاری 9 سال ازدواج کرد. اما یک روایت دیگه است که اکثرا
او روایت روایت است که اوقدر چیزی که در بخاری پیش مردم سند است پیش اکثریت و پیش مخالفین هم دو کتاب ها سند اوقدر بوده نمیتونه به او خاطر بیشتر تکه به او دارن که یعنی در سن 9 سالگی اینا اگر ازدواج کردن یعنی بسیار چیز است. ولی اینا چیزایی است که ما داریم در تاریخ و ببینیم که چطور ما او را هضم و جذب کردن میتاریم و چی دلایل داریم در قبولیش یا در ردش، یا که 1400 سال پیش چی شرایطی وجود داشت که امروز نداره چی بوده. چیزایی هست که به جزئیات واردش نمیشیم. آقای همایون نور هم که بیننده خوبی ماستن یاد کردن برای این خواهر بگویید که شکایات، خب البته اینا هم شکایت یا فکر میکنم که یک بدن نقد کردن خواهر ما را که بازم باید بخوانم، داخل صدر است یا دوست چند صدر بیشتر نیست. برای این خواهر بگویید که شکایات او جایی را نمیگیرد، نه چیز یعنی رابطه ریلیشنشپ روش کردن در قرار نه چیزی را تغییر میدهد، چرا که هر آن چیزی که به او رسیده و در وضعیت خوب ریلیشنشپ یعنی رابطه قرار نداشتن با شوهرش از غفلت خودشان بوده و از درون و به درون خودش مراجعه کند، کتاب خود را به دقت مطالعه کند که خداوند ازدواج کردن را با کیها منع قرار داده، جواب خود را دریافت خواهند کرد. خب البته اگر منظور این دوست مایی باشه که قرآن کریم یاد میکنه که کسایی که من پیشتر اشاره کردم که اگر اون مرد که رابطه نامشروع داره در این مسائل خواهر برادر من نمیشه که یک نفر حدس بزنه، در این مسائل نمیشه که یک نفر صرفاً یک کامنت ره یک تبصری ره در یک جای دید بس خلاص همه تصمیم گرفت که این رابطهش نامشروع است. بسیار بسیار مسئولانه، اصلا فوق العاده مسئول است انسان پیش خود، اگر زن است یا مرد در دوش است. چرا این رابطه به اساس از او چیزی اگر انسان میخواد جدا شود؟ بسیار بسیار بعید است که آدم بتانه او را یک چیز معقول بپنداره. به می خاطر است که قرآن کریم حتی در مورد زنا و شلاقی که ما گفتیم که ایچ اصلا اگر عملی شود، حکم قرآنی عملی شود، اصلا سنگسار قطعا وجود نداره، قطعا در قرآن وجود نداره. اما در مورد صد شلاقی که گفته شده و هم اگر قرآنی عمل شود باور بکنید اما هم قطعا عملی نیست، برازی که او در پبلک یا در محضر عام صورت گرفتن همچون چیزی اصلا هیچ کدام مشروع شاید ندیده باشه. من 50 سال 40 سال است از افغانستان بیرون هستم و اکثرشم در اروپا و امریکا و بیرون هم اصلا از غرب کرده آزادتر، اما من ندیدم همچون چیزی را. آیا شما دیدید؟ من یقین دارم یک کس ندیده. پس اگر ندیدین قرآن میگه که چهار شاهد عینی یعنی به چشم سر دیده باشن همچو چیزی را که زن یک مرد و زن با هم دیگر در حالت زنا هستن، خدا را بگویم یا متاسفانه، آیا همچو چیزی؟ هیچ کس. پس ما میتونیم بگویم که یعنی اگر همچو چیزی نباشه و سه نفر شاهدی بیتن نه چهار نفر، و سه نفر باید شلاق بخورن. قرآن به این اندازه جدی گرفته مطالب را، برای اینکه نشه که نام مرد بچه شود نه نام زن بچه شود، مگر اینکه واقعا یا مرد اعتراف بکنه یا سند داشته باشه که همچو چیزی وجود داره که در صورت بله رابطه خواهد قطع بکنن. چرا اصلا یک زن که عفیف و پاک دامن خوب و مؤمنه و یک مرد که برای رابطه نامشروع با یک زن داشته باشه خواهد اصلا چیز هست دیگه، کاملا در دو خود قرار دارن، باید جدا شدن ولی بتونن زندگی خود بسازن. یا ایست که توبه و ندامت بکشه کنه، توبه و ندامت را خدا میپذیره و رای خود اصلاح بکنه، نه توبه و ندامت که ظاهرن توبه و ندامت به خاطر آرام کردن خانم ولی
پشت پرده بازکارهای باشه که هم صورت اگر خانم تو درک میکنن میتونن که اصلا رابطه خود قطع بکنن و زندگی بزرگی خود خودشان بسازن به شکلی که میخوان بسازن نظام ببتن. آقای سلطان نوری من کم تیستر میرم وقت ما کم است عزیزای ما مطالب خوبی است که مخواستم کل جوان بخوانم شاید کلش نتونم انشالله اگر نتونستم بر هفته آینده. سلطان نوری یاد میکنن سلام آقای وسیق بعد از ده زمان یک سوال برایم پیدا شد چرا عرب ها ابو جهل و ابو فلانی و غیره دارن و ما مردم تنها خوب یاد کردن غلام محمد و غلام عثمان و غلام علی و غیره و غیره داریم چرا ما غلام این عرب های نوشکن غلام این عرب های بول شترخور باشیم دوست درست میگن چرا؟ ببینید اینا بوده اصلا متاسفانه یاد میگه عبدالرسول سیاف عبدالرسول نامش بود باز پسان رو تغییر داد عبدالرب ساخت عبدالرب پسان متوجه شد عبدالرب سیوف سیاف تخلص کرد اگر نه عبدالرسول بوده یعنی بنده رسول غلام محمد و غلام حسین و غلام حسن و اینا خود ما بسیار زیاد داریم چرا؟ چرا باشه؟ بسیار درست میگن آقای نوری عزیز چرا نامای خوبتر نمانیم؟ چرا نامای بهتر نمانیم؟ فکر بکنین طفل که نامش غلام فلانی غلام فلانی است وقت جوان میشه و معنای نام خود بفهمه که غلام نوکر نوکر حسن نوکر حسین چرا ما نوکر حسن باشم چرا نوکر حسین باشم چرا نوکر ایران باشم چرا ما بنده خدا هستیم به انسان هستیم کل ما انسان هستیم یکی پیامبر است یکی رسول یکی خلیفه است یکی انسان خوب است یکی انسان متقی است یکی انسان کم تقوا است همه با یکدیگر احترام داشته باشیم چرا ما خود غلام بسازیم ولی بدون شک خود عربا نمیمانند راست میگن آقای نوری سلامت باشین خب روح الله وهاب یک تن از بیننده های دیگه ماست اونا یاد میکنن که آقای وسیق اینها اگر با هم دیگر حرف زده نمیتوانستن از شما در این حالت زندگی خود نظر نمیخواستند این بکن نوشته کردن بمیشه که لطفا در ابراز نظرتان توجه کنید بر من نوشته کردن که البته واضح نکردن که منظورشان بیشتر چی بوده و بهران اما ببینید که قرآن کریم یک جای در سوره نساء چهارم قرآن پاک است آیه 148 یاد میکنه که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم بسیار زیبا یاد میکنه خداوند لا یحب الله الجهر خداوند جهر به سو یعنی خداوند خوش نداره که یک چیز که خراب باشه بلند گفته شوه در پبلک در محضر عام گفته شوه الا من ظلم مگر او کسی که سر ظلم شده قرآن اجازه میده بله چرا ظلم نباید هیچ انسانی اینطور ظلم قبول بکنه که ظلم یعنی به این معناست که ما باید قبول بکنم خدا گفته باید قبول بکنه نه ای که خواهر ما میاد کردن حق داشتند. خب سر اگر گفتم که رابطه به این شکل هست که رابطه نامشروع داره تا که خانم باید آرام بگیرن. حق داشتند. حق مسلمشان بوده. و این برادر ما اگر منظورشان امی بوده آقای روح الله وهاب نه قرآن کریم میده اجازه میده که باید ببین ابراز نظر ما هم باید بکنیم شما هم باید ابراز نظر بکنیم نه ای که خانمی که محکوم بوده محکوم شود حق دارن که حق از خود ابراز نظر بکنن حق دارن صدای خود بلند بکنن حق دارن از ظلم خود برمالا ظلم شوهرهایشان برمالا بگوین کاملا
بخصوص که رابطه که قدر به این سطح باشه، خب رابطه نامشروع زن پاک دامن و عفیف با یک مرد ناپاک دامن و ناپاک اصلا دو چیزی نباید جور به. پس این ما نباید امیدوار هستیم که آقای واب خودشان مرد زن ستیز نباشن. امیدوار هستم، من نمیدانم، امیدوارم معرف کنن که توی کلمی رو یاد کردم. اما شاید من چون تعبیر زیاد توضیح نداده بودن به این خاطر من فکر کردم شاید هم تو یک چیزی بود باشه. اگر تو نبوده باشه باید یک کامنت بگذارم. دوست ماستن، عزیز ماستن، انشالله که من توضیح میدم. بله آقای ادیب جان، یک تن از بیمدای دیگه ایمان در انگلی به انگلیسی نوشت کرده که Thank you so much Mr. Wasiq for your wonderful show. You are the best. تشکر میکنم از آقای وسیق از شوی بسیار خوبتان و شما بهتر هستین، بهترین هستین هر چیه لطف کردن بسیار. Because I am a man. یه تشکر از من کردن و در این مورد خواهر ما سیمو جان رو میاد کردن که Because I am a man who doesn't cheat on his wife and doesn't break her heart and never destroy her family. یعنی مرد هستم و چیت نمی کنم و قلبش نمیشکنانم و با فامیلش خراب نمی کنم. از این مسائل یاد کردن. My wife is my life. خانمم زندگیم است. I fear Allah. من از خدا ترس دارم. برای که بزار تشکر می کنم از پیام بسیار خوبشان از آقای ادیب جان. و زمنان یک تن از دوستای ما جیرانی غوثی یک گل مانده بدن که تشکری کنم ازشان، فراموش نکنم. و همینجا چون گرچه ماندن یک چند کامنت ماندن چون وقتم کم است نشه که فراموش کنم، از سیما جان از هفته پیشتر تشکری کردن از دوستا چون در مورد همین برنامهشان بوده، این باید بخوانم. اگر دوستا میمانند شال هفته بعد خدمت دوستا هستم. سیما جان یاد کردن که وسیق صاحب محترم از شما یک جان تشکر که نامه هم را خواندید و مشورای نیک و خوب دادید. کوشش میکنم به هر قیمت شود همراهش به طور جدی صحبت بکنم. مشکل اینجاست که شوهرم هرگز قبول نمی کند که ارتباطش با دیگر زنها خیانت است و میگه دوستان من هستند. این حرفهایش بیشتر ما را ناراحت میسازد. در مورد طلاق خودم هم نمیخوام طلاق بگیرم. اگر راه حلی که شما پیشنهاد کردید موثر واقع شود خوب، در غیر آن ببینم چی کردم میتوانم. و هم تشکر جداگان از هموطنان گلم که هم دردی خود را با من نشان دادن و گفتن که مرا درد میکنن و من تنها نیستم که این درد را دارم. که بسیار تشکر میکنم از همه و ممنونتان هستم خواهر برادر من. و صحبت ها زیاد مانده، از آقای عبدالانسان مفصل یک چیز صحبت کرده بود، من شال سر صحبت میکنم در هفته آینده. و دوستای دیگه که تبصرهای داشتن و من جواب ندادم، انشالله که در امان خدا باشین، صحت و سلامت، خوب باشین، خوش باشین، ولی با خدا باشین. خداوند یار و مددگار همه ایتان. تا هفته دیگه که در خدمتان باشم.